موزیک. بنای اپرا کمیک پاریس 300 ساله می شود. این بنا خاستگاه سبکی در اپراست که در سال 1714 میلادی شکل گرفت و از اوایل قرن 19 هم گسترش بیشتری پیدا کرد. اپرای دختر هنگ اثر گایتانو دونیستی، آهنگساز ایتالیایی قرن 19 هم، از آثاری است که اخیراً در اینجا به نمایش درآمده. هنرمندانی که بر روی صحنه ظاهر شدند، موفقیت خود را مرهون اپرا کمیک پاریس هستند، اما در شهرت این اپراخانه هم نقش مهمی داشتند. جولی فوکس خواننده سوپرانو در این اپرا کمیک میگوید: برای من اپرا کمیک یادآور اولین گام هایی است که در حرفه خوانندگی اپرا برداشتم. کار من از اینجا آغاز شد و تمام فوت و فن های زیبا را اینجا یاد گرفتم. اینجا بود که یاد گرفتم با تئاتر زندگی کنم. مدیر هنرمندان وفادار است و مسئول لباس بازیگران هم خیلی با ملاحظه است. یک بار جلوی همه اضافه وزن آدم را به رخش نمی کشد. از دیگر شاهکارهایی که در اینجا به روی صحنه رفته، نفرین فاوست اثر معروف هکتور برلیوز، آهنگساز فرانسوی قرن 19 هم است. خواننده ایتالیایی سوپرانو در مورد این آهنگساز رمانتیک فرانسوی میگوید: مشغول خواندن خاطرات برلیوز هستم و دریافتم که خیلی ما ایتالیایی ها را حقیر می شمرده. گاهی دلم می خواهد در زمان به عقب برگردم و کلوپاترا را برایش اجرا کنم. از این اثر استقبال چندانی نشده. خودش میگوید دلیلش این بوده که خواننده های خوبی نداشته. رویایم این است که سراغش روم و به او بگویم من این نقش را برایت میخوانم. تفاوت اپرا کمیک با گراند اپرا استفاده از طنز و امکان بکارگیری بیش از حد صحبت در صحنه است. این نمایش با طنز نیز همراه است. Je ne peux pas finir mon air d'entrée car si je t'aime tant pis pour toi je ne céderai pas. L'opéra comique در واقع اپرا کمیک در طول تاریخ خود اغلب اپرای بزرگ یا گراند اپرا را به سخره گرفته و خودش را هم هیچگاه خیلی جدی نگرفته است. Il faut trouver autre chose. Je sais pas moi. On pourrait dire je sais comme ça, si il passe par la tête, si je t'aime prends garde à toi. به نظرم این آریا مشکل ترین بخش اپرای کارمن است، اما این نقش خیلی نقش هیجان انگیزی است. در اینجا من لباس عجیب غریبی می پوشم که در واقع لباسی است که در اولین اجرای اپرا بر تن خواننده رفته است. خیلی خوشحال شدم که این لباس را پوشیدم و روی صحنه رفتم. این نمایشخانه محل رفت آمد ارواح است. ارواح فوق‌العاده خوب که همه جا هستند. وقتی این صداها را میشنوید، پیش خودتان فکر میکنید که آیا این صداها ارواح و پژواک استعدادهای عظیمی نیستند که روزی روی همین صحنه ظاهر شدند؟ این احساس لرزشی لذت بخش بر اندام شما میاندازد.